تو این ویدیو میخوام به تو آموزش درست کردن رو به تمرینی رو بدم که با میوه تازه اون درست میکنم. قبلا یه دو ویدیو داشتم که از میوه خشک اون استفاده کرده بودم. این روش یه ذره دردسرش بیشتره، ولی این یکی خیلی ساده تره و درست کردنش هم خیلی کم هزینه است، خیلی هم خوشمزه است. شما از این رو به تمرینی میتونید به جای چاشنی ترش کننده خیلی از خورشاتون استفاده بکنیم و خیلی هم خاصیت داره و خیلی هم خوشمزه است. یه تهمزه ترش و شیرین هم به خورشاتون میده و خیلی اینو خوبش میکنه. حتی برای درست کردن انواع دلمهاتون هم خیلی کاربردیه. یا مثلا زیتون پرورده اگه درست میکنین، اگه یه ذرم رو به تمرینی بهش بزنین خیلی خیلی خوشمزه میشه. اینا رو حتما امتحان کنین و ببینین که چقدر خوبه. خب درست کردنش خیلی ساده است. کافی که مثلا پوست اینا رو بشکنیم و این قسمت هسته و این رگ و ریشه هاش رو بکشیم بیرون و این گوشتش که باقی موند اینا رو همه رو میذاریم کنار و بعدا شروع میکنیم به جوشوندنش. خیلی راحته، هسته هاش رو قشنگ جدا کنین یا میتونین همینجا با هسته هاش بندازین، بعدا خودتون موقع صاف کردن اینا رو در میاری. این کارم دیگه خیلی ساده تر، ولی این پوست ها رو حتما بگیرید. تو روش خشکش که اینا آمادهش میکنم همه رو همینجوری له میکنم. برای همین وقتی که اینو میخواییم درست بکنیم، با اینکه خیلی کار راحتی هستش، ولی جدا کردن این پوست ها خیلی خیلی درد سر داره و سوراخ های صافی رو میگیره و هی بعد آب بریزین، هی بعد با دستتون هم بزن. شاید مثلا برای گرفتن یه کاسه متوسط رو به تمرینی از یه همچین چیزی حدود یک ساعت زمان ببره. چیزی هم که من بهتون پیشنهاد میکنم، حالا واسه درست کردن لواشک، روب یا هر چیزی، استفاده از ظرفای پیرکس هستش که تمام شیشه‌ای هست. این بهتر به این دلیل بهتره که هیچ آلودگی و چیزی ایجاد نمیشه، برای اینکه ما اینو که وقتی میجوشونیم حالت خودش اسیدی داره و اسیدش هم میره بالاتر و توی ظرف شیشه هیچ واکنشی صورت نمیگیره. حالا بعضی میگن مس بهتره، بعضی میگن تفلون خوبه، بعضی استیل و اینا، ولی این شیشه از همه اینا مطمئن تره. حتما هم پیرکس باشه که موقعی که حرارت میدین این نترکه و نشکنه. و معمولا روبا و اینجور چیزامو تو همین درست میکنم که خیلی سالم ترم هستش. اینم یه پیشنهاد بودش که اگه میخواین این کارو بکنین توی این ظرفا درست بکنین خیلی بهتره. خب من تمام اینا رو پوستشون رو کندم و ریشه هاشو کشیدم بیرون. این پوسته هاش شد و این گوشت هاش که آماده است که ما اینا رو شروع کنیم بجوشونیم. خب کاری که الان من میخوام بکنم اینه که این روی گاز میذارم و یه مقداری هم آب رو به جوش میارم و داخلی میریزم بدون هیچ نمک و هیچ چیزی افزودنی و میذاریم یه شعله خیلی خیلی کم با در باز که این قشنگ شروع کنه به جوشیدن و نرم شدن. میوای تمرندی هم که به این شکل بودش دیگه، اگه اونایی که اول فیلمو ندیدن اینا ببینن. خیلی هم خاصیت داره، برای معده خیلی عالیه. اونایی که یبوست دارن میتونن اینو به همراه آلو صبح ناشتا بخورن، نیم ساعت قبل از صبحانه، خیلی کمکشون میکنه و خیلی خاصیت دیگه، مثلا خاصیت ضد ویروسی و ضد باکتری داره که خیلی مفید هستش و متاسفانه تو سفره ما ایرانی ها جاش خالیه. حتما اینو درست کنیم و اضافه کنیم به خورشاتون. خب میریم که اینو شروع کنیم به درست کردن. خب آب جوش رو من اضافه میکنم به این. زیرش رو روشن میکنیم و میذاریم که با شعله خیلی خیلی ملایم شروع کنه به پختن و در واقع جوشیدن. خب الان تمرین دیگه ما تقریبا پخته شد و به این شکل وارفته. این حالا زیرش رو من خاموش میکنم که سرد بشه و بتونم این هستا و یه سری پوستاش رو جدا بکنم. بعد میرون وارد مرحله بعدی بشه. اونجور هم که گفتم حتما از آب جوشیده استفاده کنیم و حتما هم تو ظرف پیرکس باشه که آسیب نزنه.
خب این مواد ما سرد شد و حالا شروع میکنیم اینا رو حساس رو جدا کردن. خیلی راحت اینا جدا میشه. خب من تمام حساس رو صاف کردم، از توش در آوردم و یه دارم کل مواد رو توی یه دونه صافیه یا علک ریختم، کامل هم زدم با دستم و تعموندش به این شکل به صورت یه روب خیلی یک دست و نرمیه در اومد. حالا کاری که میکنیم الان مزه که این میده یه مزه ترش و شیرینه، یعنی ترشش خیلی کمتره و بیشتر به سمت شیرینی داره. اینه یه ذره دیگه ما باید تغییرش بدیم، اونم اینه که یه ذره من بهش آب اضافه میکنم، یه مقدار خیلی کمی جوهر لیمو و یه ذره نمک. این نمک و جوهر لیمو رو برای این اضافه میکنیم که این روب ما کپک نزنه و همین که یه ذره ترشیش بیشتر بشه. البته خیلی خیلی مقدار جزئی من بهش اضافه میکنم. جوهر لیمو هم چیز بی خطری هستش و در واقع هم اسید سیتریک هستش که از مرکبات به دست میاد و نمک هم بیشتر برای میزنیم که دوچار کپک نشه و یه ذره طعم‌دار بشه و خوشمزه بشه. این حسایی هم که باقی مونده به این شکل یه دور دیگه یه ذره آب جوش توش می‌ریزم و از همین صافی ردش میکنم و آبش رو می‌ریزم داخل همین روبمون و بعد دوباره اینو می‌ذاریمش که دوباره با شعله کم درجه دو قشنگ شروع کنیم آروم آروم پختن یا در واقع قوام اومدن. خب این کارا رو انجام می‌کنم و بعد دوباره بیام بهتون نشون میدم. ببینید همون دو تا بسته‌ای که ما تمرین داشتیم چقدر به ما روب داد، خیلی زیاد میشه. این میشه تقریبا واسه 6 ماه شما کافی باشه. خیلی چیز سالم و خیلی چیز خوشمزه این هست. همجوری حتی خالی خالی هم بخورین خیلی خوشمزه. این لواشک میتونی همش رو بگید چیز کنیم بخورین. خب یه دور دیگه آبو ولرم کردم و میریزم این تو. اینا یه ذره هم میزنن که هنوز خیلی بهش از این تمرینی گوشش باقی مونده. یه دور دیگه هم اینا رو صاف کنیم دیگه کافیشه. این فرق این نوع روب تمرندی با اون نوع خشکش که من درست کردم اینه که اون درست ترشتر میشه و که همین طعم و مزه قوی تر و غلیظتری داره، ولی خیلی خالص‌تر هست و طبیعی تر، چون به اون بالاخره یه ذره مواد و چیزایی اضافه میشه و خیلی هم صاف کردنش دردسر داره و سخته. این یکی ولی خیلی صاف کردنش برای شما راحته. من تقریبا یک ساعت و نیم طول کشید که مثلا دو تا بلوک همون تمرندی رو بتونم صافش کنم، ولی این رو خیلی سریع تونستم صافش بکنم. من که اون پر از تمام چوبش و رگ و ریچه هاش توش بود و خیلی سخت بود، این خیلی ساده تر میشه. خیلی راحت از صافی رد میشه، ولی اون یکی خیلی سخت بود. بزنیم بلوکش هم بهتون نشون بدم. به این شکلی کار خوشکش هست. این رو توی آب جوش میریزیم، یه نیم ساعت میذاریم خیس بخوره و بعد توی همین صافی میتونیم درست کنیم. اگه مثلا تازهش رو در دسترس نداشتیم میتونیم از همون استفاده کنیم با این تفاوت که یه ذره سخت‌تر میشه صاف کردنش. این همه دست هست میده. در ضمن اگه اهل باغبونی هم هستین، حسای تمرینی اگه تو خاک بکنیم بعد از حدود یک ماه تا یک ماه و نیم خیلی سریع سبز میشه اومد بالا. دنبال مثلا تفریح هم میتونی اینا رو بکنین و داشته باشه. خب دیگه خوب باشه. قشنگ اضافه میکنیم به این. من دوباره زیرش رو روشن میکنم و میذارم این شروع کنه آروم آروم جوشیدن و غلیظ شدن.
دیگه این صاف کردن نمیخوای، این وقتی که جوشید آماده شد دیگه میتونینش توی شیشه بریزیم و بذارینش توی یخچال و آماده میشه. خب یه مقدار کم من جوهر لیمو اضافه میکنم. خیلی کم هم نمک. این دوتا هم بهش طعم خوبی میده، همین که باعث میشه که روب ما به هیچ وجه کپک نزنه. اینو حتما بهش دقت داشته باشه. قاشقی که به روبتون میزنین حتما تمیز باشه، به هیچ وجه چرب نباشه. ظرفتون تا جایی که میتونین سعی کنین شیشه‌ای باشه، فلزی نباشه. نه همه چیزایی هستش که باعث میشه رب شما خیلی خوب در میاد و کپک نزنه. رنگ این رب اگه دقت کنید کاملا قهوه‌ای روشن هست، بنکم میوه طبیعی و تازه درست شده. این ربی که من حدود 2 ماه پیش درستش کردم رنگش کاملا ببینید با این فرق میکنه. اینو از تمرندی خشک همون بلوک هایی که بهتون نشون دادم از اون درستش کردم. فرقش هم الان از نظر مزه با این روب اینه که این روب ماک کاملا طعم شیرین داره و تقریبا مثل اینکه ملس باشه، یه ذره ترشی کم و بیشتر به سمت شیرینی، یکی ترشیش خیلی بیشتره و از همین بلوک های خشک من درست کردم. این کاملا خشک ولی تمامش با پوست است، رگ و ریش و هسته و همه چیزش داخلشه و از نظر بهتشتی به نظر من اینه زیاد جالب نیسته و این که دیگه مجبور باشین رو بخواین استفاده کنین، ولی اینا رو چون خودمون پاک میکنیم، پوسته هاشو میکنیم، اون رگ و ریش هاشو در میاریم، خیلی به نظر من سالمتر و طبیعی تره. خب کاری که من الان میخوام بکنم اینه که این روبمو به این من اضافه میکنم. این یه چیز دل بخواه هسته، چون من دوتا رو که نمیتونم با هم دیگه جدا نگه دارم، دوتا رو قاطی میکنم که مزه هاشونم با هم دیگه قاطی میشه و ترشترش هم میکنه. اجبار اینه شما همون روب معمولی تونی که درست کنید، حالا از خشکش که تازش همونو که به همین شکل بجوشونین کافی هستش. این فقط با این یه دور دیگه میجوشونم که یک دست بشه و دیگه یه جور روب داشته باشم. همه رو بکنم توی یه دون شیشه و بذارمش یخچال. چیز خاصی نیستش که بگیم من اینم درست کنم اونم درست کنم و با هم قاطی کنم، نه. چون من از قبل درست کرده بودم دیگه رو دستم مونده دیگه، دیگه مجبورم همش رو یکی بکنم. اینو میذارم یه ذره غلیظ سرکشو. الان ببینید غلیظیش به این شکله، یک کم از این میخوام بذارم غلیظ سر بشه، بشه آبش رو بکش، هرچه آبش کمتر باشه احتمال کپک زدنش کمتره. میذارم که جوش بیاد و میذارمش رو درجه 2، یه میذارم حدود 1.5 ساعت آروم آروم بجوشه. ببینم از روب ما ببینین که چقدر خوب و غلیظ در اومد. اینا رو من قشنگ شیشه میکنم و میذارمشون توی یخچال. هر موقع که خورش بخوام درست بکنم یا یه چیزی مثل دلمه یا کوفته، بعد اینو یه قاشق از همینو میریزم توش به جای چاشنی و ترشی که میخوام اضافه کنم. خیلی خوشمزه میشه و خیلی هم سالمه. مثلا اونایی که هم یبوست دارن میتونن صبح به صبح مثلا این حدود یه قاشق از اینو ناشتا توی آب ولرم حل بکنن و بخورن، خیلی کمکشون میکنه، چون ترشیش هم خیلی ملایمه و ضرری هم نداره، برای معده هم خیلی خوبه.